یاد بود از احمد شاه مسعود در پارلمان بریتانیا. یورش راکتی چیرگی های جبهه آزادگان بر تعمیر فرماندهی امنیت طالبان در ولسوالی قره‌باغ. موافقت امریکا برای فروش جنگنده های F-16 به پاکستان. خبر عاجل درباره حقونی که تازه در رسانه ها درس کرد. مشروع خبرها. نشست یاد بود از قهرمان ملی از سوی پشتیبانان جبهه مقاومت ملی در پارلمان بریتانیا برگزار شد. به نوآوری دو نماینده اسکاتلندی مجلس بریتانیا، یاد بود از احمد شاه مسعود فرمانده مشهور ضد طالبانی برگزار شد. بر پایه این گزارش، این نشست از سوی الیسون تاولز و پادری گریدی دو نماینده اسکاتلندی در مجلس عوام بریتانیا از حزب ملی‌گرا اسکاتلند و محمد باستانی عضو شورای ملی برگزار شده بود. در آغاز این نشست، فیلم کوتاهی از نبرد چریکی‌های جبهه مقاومت در اندراب در برابر گروه طالبان نمایش داده شد. پس از آن سخنرانی درباره مبارزه قهرمان ملی افغانستان به سخنرانی پرداختند. یادآوری میکنیم که احمد شاه مسعود در مقاومت نخست فرماندهی جبهه ضد طالبان بود و در 9 سپتامبر سال 2001 از سوی دو مهاجم انتحاری عرب وابسته به القاعده در تخار ترور شد. یورش راکتی چریکی های جبهه آزادگان بر تعمیر فرماندهی امنیت طالبان در ولسوالی قره‌باغ کابل. جبهه آزادگان با نشر خبرنامه از یورش راکتی نیروهای این جبهه بر تعمیر فرماندهی امنیت ولسوالی قره‌باغ کابل خبر داد. با گزارش اسپوتنیک، جبهه آزادگان با نشر خبرنامه چند لحظه پیش نوشت یورش راکتی نیروهای عملیاتی جبهه ملی آزادگان بالای تعمیر فرماندهی امنیت ولسوالی قره‌باغ کابل انجام شد. در ادامه این جبهه با نشر ویدئوی نوشته است که نیروهای عملیاتی جبهه ملی آزادگان نزدیکای ساعت 12 امشب 16 بر 17 سنبلا 14 سال 1 هجری خورشیدی بالای افراد طالبان مستقر در تعمیر فرماندهی امنیت ولسوالی قره‌باغ ولایت کابل حملات راکتی از راه دور را انجام دادند که در نتیجه شمار زیادی از طالب در این ولسوالی کشته و زخمی شدند که شمار دقیق آن در دست نیست. این جبهه افزوده است که سپس حین رسیدن کمک‌های بیشتر نظامی از دیگر نقاط ولسوالی، افراد کمکی این گروه در نزدیکی فرماندهی امنیت ولسوالی مورد کمین تیم دوم عملیاتی جبهه ملی آزادگان نیز قرار گرفتند که در این کمین همچنان تلفات سنگین بر ترورستان طالب وارد گردیده است. در پایان خبرنامه این جبهه آمده است که ترورستان طالبان در همه نقاط افغانستان زیر هدف نیروهای جبهه ملی آزادگان قرار داشته و از تیر رسما در امان نخواهد ماندند. یادآوری میکنیم که پیش از این نیز جبهه آزادگان دهها یورش بر گروه طالبان را در چند ولایت به دوش گرفته است. خبر عاجل درباره حقانی که تازه در رسانه ها دست کرد. گزارش‌ها از کشته شدن خلیل الرحمن حقانی در نتیجه حمله هواپیمای بدون سرنشین آمریکا در کابل حکایت می‌شود، اما گروه طالبان کشته شدن حقانی را رد کرده است. حقانی وزیر امور مهاجرین این گروه بود و آمریکا برای دستگیری وی $5 میلیون جایزه گذاشته بود. این در حالی است که تاجدین سروش، خبرنگار افغانستان انترنشنال، در صفحه رسمی تویتر خود گزارش می‌دهد طالبان کشته شدن خلیل الرحمن حقانی وزیر مهاجرین طالبان در حمله پهپادی آمریکا را رد کردند. پیشتر گزارش‌های منتشر شده بود که خلیل الرحمن حقانی شام دیروز در حمله پهپادی آمریکا در کابل کشته شده است. آمریکا بالای سر او $5 میلیون جایزه گذاشته بود. موافقت آمریکا برای فروش جنگنده‌های F-16 به پاکستان. وزارت امور خارجه آمریکا با فروش احتمالی $450 میلیون جنگنده‌های F-16 به پاکستان موافقت کرد. با گزارش اسپوتنیک، وزارت امور خارجه آمریکا تصمیم را درباره فروش احتمالی جنگنده‌ها و تجهیزات F-16 به پاکستان به مبلغ $450 میلیون تایید کرد. این خبر را روز چهارشنبه آژانس همکاری‌های امنیتی وزارت دفاع آمریکا اعلام کرد که مسئولیت تامین تجهیزات نظامی و تسلیحات نظامی در خارج از کشور تحت قراردادهای بین دولتی را بر عهده دارد. در بیانیه این آژانس آمده است امروز آژانس همکاری امنیتی گواهی مورد نیاز را ارائه کرد و کنگره را از فروش احتمالی مطلع کرد.
این آژانس اشاره میکند که چنین توافقی به سیاست خارجی و اهداف امنیت ملی ایالات متحده کمک میکند. اکنون قوی مقننه امریکا 30 روز فرصت دارد تا این قرارداد نظامی و بسته کردن احتمالی آن را مطالعه کند. یادآوری میکنیم که جنگنده F-16 هواپیمای بسیار معروف و شناخته شده است که از سوی ایالات متحده امریکا ساخته شده است. آتشباری ملتوپل از سوی نیروهای اوکراینی. نیروهای مسلح اوکراینی به سمت ملتوپل و بردیانسک آتش گشودند. با گزارش اسپوتنیک پس از پشتیبانی باشندگان ملتوپل و برنسکاک از پیوستن به روسیه نیروهای مسلح اوکراینی این شهرها را گلوله باران کردند. ولادیمیر روگوف رئیس جنبش عمومی ما با روسیه هستیم در روز چهارشنبه گفت که امروز نیروهای مسلح اوکراین پس از پشتیبانی باشندگان منطقه زاپوریژیا از پیوست به فدراسیون روسیه به سوی ملیتوپل و بردیانسک آتش گشودند. او در حساب تلگرام خود نوشت امروز نیروهای مسلح اوکراین پس از انتشار پشتیبانی باشندگان منطقه زاپوریژیا برای پیوستن به فدراسیون روسیه به سمت ملیتوپل و بردیانسک آتش گشودند. تاکتیک های عرب غیر نظامیان علیرغم ناکارآمدی آن هنوز سران دولت تروریستی را رها نکرده است. حذف و سرکوب اقلیت‌ها. طالبان در حفاظت از اقلیت‌های قومی و مذهبی ناکامند. در یک سال گذشته اقلیت‌های قومی و مذهبی در کشور با خطر حذف از جامعه و سرکوب شدید از سوی گروه‌های تروریستی مواجه بودند. در این مدت داعش 13 حمله بر مواضع شیعیان که بیشتر آنها از آره هستند انجام داده است. در نتیجه این حمله‌ها دست کم 700 تن کشته و یا زخمی شدند. در کنار شیعیان، جامعه قومی مذهبی اهل هنود و سیک نیز مورد حمله های عراسفگرانه قرار گرفته است. حمله هایی که نقلیت مذهبی را وادار به ترک کدلعی از افغانستان ساخته است. با این حال، چند عضو پارلمان بریتانیا با نشر گزارش تحقیقی گفتند که هزاره ها در افغانستان در معرض خطر جدی نسل‌کشی توسط طالبان و داعش قرار دارند. شهروندان و نهادهای حقوق بشری طالبان را در حمایت از اقلیت‌های قومی و مذهبی در کشور ناکام می‌خوانند. دیدبان حقوق بشر روز سه‌شنبه 15 سنبله با نشر گزارش گفته است که در یک سال گذشته حملات مرگبار متعدد علیه هزاره‌ها و اقلیت‌های مذهبی انجام شده است. به گفته این نهاد، طالبان برای محافظت از این اقلیت‌ها ناکام بودند. در گزارش دیدبان حقوق بشر آمده است که پس از تسلط طالبان بر افغانستان، داعش مسئولیت 13 حمله علیه هزاره ها را بر عهده گرفته است. طبق این گزارش، در نتیجه این حمله ها دست کم 700 تن کشته و زخمی شدند. این سازمان گفته است که سیاست های طالبان که بر اساس آن حقوق بشر به ویژه حقوق زنان نقض می شوند، آسیب های ناشی از حملات تروریستی را تشدید می کند. در این گزارش آمده است که با بازگشت طالبان به قدرت هزاره ها به طور فزاینده نگران امنیت جانشان هستند.